ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود. شعر از حیدری وجودی که حکایت از بدبختی های خاک و دود جنگ دارد. آقای حیدری شخصیت عارف، شاعر و مولاناشناس شهیر کشور بود که خدمات قابل قدر در عرصه‌های ادبی و فرهنگی انجام داده است. آقای حیدری سالهای زیادی را به عنوان مسئول بخش مجلات و روزنامه‌ها در کتابخانه عامه کابل سپری کرد. کار در کتابخانه شغل دلخواه او بود، شغلی که به او فرصت و فضا می‌داد تا کارهای شاعرانه اش را ادامه داده و درآمدی برای حمایت از خانواده اش داشته باشد. کسی مثل حیدری در ارشاد نه تنها جوانان بلکه تعداد زیادی از سالکان راه عرفان و طریقت و حقیقت نقش برازنده داشت. حیدری وجودی بیش از نیم قرن در عرصه هنر، فرهنگ و ادب کار نموده است که از وی 15 عنوان کتاب شعر با چندین اثر پژوهشی منتشر شده است. شماره از شاعران و فرهنگیان در گذشت آقای حیدری را در عرصه ادبیات و فرهنگ کشور یک فاجعه و ضایعه بزرگ می دانند. بدون تردید نبودش امروز فاجعه ضایعه نی بلکه فاجعه فرهنگی در حوزه ادبیات و عرفان و تصوف و ارزش‌های معنوی افغانستان پنداشته میشه و در واقع همونطوری که ما بارها گفتیم هیچ کس مانند استاد حیدری وجودی نیست. حیدری وجودی در سال 1939 در روستای کوچک در ولایت پنجشیر به دنیا آمده بود. 30 سال میشد که حیدری وجودی دوبار در هفته میزبان جلسه مولانا خوانی بود، جلساتی که معمولاً کمتر در مورد شعر و بیشتر با بحث در مورد معنویت و فلسفه به پایان می رسید. وی به حیث معاون کانون دوستداران حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، عضو مؤسسین بنیاد فرهنگ افغانستان، عضو رهبری انجمن نویسندگان افغانستان و رئیس بنیاد غزالی ایفای وظیفه کرده است.